عرض و سلام و ادب مجدد دارم. این قسمت دوم از گفتگوی با آقای عابدی. با ایشون چای پهلو رو شروع کردیم. بحث خیلی داغ بود. مسائل خیلی زیادی رو مطرح کردیم. حیف اومد که این بحث به این خوبی رو توی جلسه تمامش کنیم. با شما خدافظی کردیم تا قسمت دومی رو هم داشته باشیم. این شروع قسمت دوم از برنامه چای غم پهلو توی گفتگوه که در خدمت آقای عابدی هستیم. تا یه چای رو تازه بکنیم، شما یه آیتم تماشا کنید. در خدمت شما و آقای عابدی هستیم. خیلی ممنون. عرض و سلام مجدد. سپاسگزاریم که با ما همراه بودید آقای عابدی عزیز. متشکرم از محبتتون. خیلی استفاده بردیم از همه تجربیاتتون. نشون میده که شما واقعا هم تسلط کافی دارین. تمام دارم. و دیشب این که خیلی بحث داغ شده بود این چای ما، من خیلی لذت بردم. سوالی که خیلی برای من الان پیش اومد، الان یادداشت میکردم اینجا، این بود که بحث سر این بود که اوکی، ما یه خانواده هستیم. چون مهاجرت به هر حال برای هر اقوامی اتفاق میفته، حالا ما به عنوان یه قوم ایرانی با شرایط خاص خودمون، فرهنگ خاصمون، زبان خودمون که شما اشاره کردین و پیشینه ما 10 سال 100 سال نیست، واقعا راجبه 5000 سال کامل تمدن داریم حرف میزنیم که این یک عالم به قول معروف تردیشن داره، به قول معروف چه زبانی، چه فرهنگی، چه قومی، چه ملیتی، اینا رو ما همه رو دوشمون داریم. بعد وارد جایی میشیم که معانی عوض میشه. شاید بگم که اولا من یه معذرت خواهی بکنم اگر که اسم از یه پیشه و شغلی رو آوردم، فقط قصد مثال بود و میگن در جای مناقشه نیست. اولا اینه، بعدشم هیچ توی برنامه گفتگو مخصوصا توی چای غم پهلو خیلی خودمونیه و ما اصلا قصد نداریم که بخون معروف پوینت بکنیم یا اسم یک قومیتی یا مذهبی یا مثلا بحث تاریخی رو بیایم اینجا تحلیل بکنیم. برنامه خیلی خودمونیه. یه استاد بزرگی با موی سفید نشسته اینجا و ما داریم استفاده میبریم از حرفا و تجربیات ایشون. سوال اصلی همین بود. با همه اون داشته های قبلی، بعدش هم عرق ملی داریم یه خورده، غرور یه خورده زیادتر داریم از حد معمول. بعد ما الان پا شدیم اومدیم توی جهان دیگه که سادش رو من هفته پیش داشتم صحبت میکردم، برای اینکه خیلی هم سادش کنم از رانندگیمون به طور مثال صحبت کردم. ما همه چیزامون عوض میشه اینجا، به قول معروف رانندگیمون، حتی رانندگیمون فرمونش عوض میشه، نوع خرید کردنمون از بقالی به شاپینگ سنتر عوض میشه. البته توی ایران خب خیلی ها چیزام عوض شده و روز شده، ولی هنوز نوع به قول معروف انتخاب شغلمون عوض میشه، تعاریفمون و معانیمون از یک زندگی بهتر یا موفق بودن عوض میشه. شاید تو ایران مثلا همه بچه هاشون رو پوش میکنن که باید تو کنکور قبول بشی، ولی اینجا میگن که یه بیزنس موفق داشته باشی. مهم نیست که این مثلا ترید باشه، بیزنس باشه. واقعیت اینه که اتفاقا همه اونایی که میرن دانشگاه آدمای موفقی هم زیاد نیستن. نه خیلی ممکنه ناموفق باشن. آره دقیقاً. پس معانی خود عوض میشه. من صحبت من این بود که خب ما به عنوان یه قومیت با این همه به قول معروف وزنی که روی شونمون داریم، با همه اون نگاه و دیدگاه‌هایی هم که داریم و بهشون هم خیلی هم پافشاری می‌کنیم بعضی جاها، حالا اومدیم توی دنیای جدیدتر، معانی عوض شده. شما این ترانزیشن رو چجوری میبینید و چه به قول معروف چه نصیحتی هم دارین که ما راحت‌تر بتونیم این کار رو انجام بدیم؟ به هر حال هر مسافری به هر کشور دیگه غیر از کشور خودش میره یا سفر میکنه، بله، میره و این رو مشخصا اکثر جامعه شناسا میگن کالچورال شاک. بله. و این کالچورال شاک شامل همه آدما میشه. شما حساب بکنه با توجه به این تشریح خیلی زیبایی رو که داشتید به اینکه ما از ایران میایم
تمام مثلا مسائل غیر ذالک رو هم پشت خودمون داریم، حالا چه از نظر ملیت چه از نظر قومیت و و و، ولی اینجا که میان در یک حالت سکون واقع میشیم. اون حالت سکون یا حالت همون کالچورال شاکه، بله، اون ضربه ایست که یه دفعه وارد یک آداب و رسوم دیگه ای شدیم، وارد یه زبان دیگه ای شدیم، وارد یه رفتار دیگه ای شدیم. رانندگی فرق میکنه، طرز حتی بیانها فرق میکنه. شما حساب بکنه اینجا بعد از مثلا یکی دو ساعت که با یه آدم صحبت میکنه خیلی باید خودمونی میشه. دقیقاً. در صورتی رو که با ما هنوز با ایرانی هم که صحبت میکنیم در گاهی مثلا سعی میکنیم که این لول خودمون رو حفظ بکنیم که نیاییم برسیم مثلا به چایقم. و این یکی از مسائلی که البته این زود گذره، درسته، این میگذره. همینقدر یه رو که ما جامعه ای رو که درش هستیم یواش 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 این شوک کالچریلی که از بین بره، خب عادتها شروع میشه، درسته، بعدم و واقعی هم که شروع بشه فقط و فقط باید راه خودمون رو پیدا بکنیم که این راهی رو که ما میریم با توجه به این محیطی رو که الان درش هستیم چه کار بکنیم که موفق بشیم. درسته. خیلی ها ممکنه مثلا به قول شما برن دانشگاه ولی موفق نشن، ولی همین آدم اگر عیانا بره توی ووکیشنال اسکول، بله، یه تریدی یاد بگیره، یه تریدی یاد بگیره، به مراتب ممکنه موفق‌تر باشه. ما الان خیلی آره داریم مثلا از ایرانی ها فرد بفرمایید تو کار رنگن، بله، اینا اینقدر بعضیشون ماشاءالله رفتن جلو از نظر اقتصادی و از نظر اینکه حالا یکی از نظر اقتصادی، دو از اینکه اینها به ایرانیای دیگه هم کمک میکنن. واقعیت هم همینه. نه دقیقاً، چون چند تایشون هستن که اینا هنوز که هنوز این سعادت منه که باشون رفیق هستم و این رفاقت تونستم بعضی وقتا رو بندازم که این فلان آدم تازه از ایران اومده محصله و اگر میتونی مثلا هفته در 20 ساعت بهش کار بده، چون 20 ساعت هر دانشجویی رو که وارد استرالیا میشه این حق رو داره که کار بکنه. اینها بدون اصلا هیچ سوالی اینا رو میبرن و بهشون به هر حال نقدن یه چیزی پرداخت میکنن و این باز اگر این همین آدم با همین مشخصات مثلا تو ایران بود شاید اصلا شکل و شمایل یه چیزی دیگه ای میشه، آدم اون دانشجو حاضر بشه بره کار بکنه یا نه، ولی باز وقتی در این محیط قرار میگیره، وقتی اون غرور کاریش رو از دست میده، خاناخا با لااقل به صورت ظاهرم که شده ادابته شده با این زندگی جدید. سوال خوب الان پیش نظر من اومد. خیلی خوب، پس ما یه قومی بودیم به قول شما یا هر قومیتی، بله، مخصوصا قومی مثل ایرانی که مثلا با این همه تاریخچه فرهنگی و تردیشنی که داریم وارد یک به قول معروف منطقه جدیدی با آداب و رسوم جدیدی شدیم. اول یه شوک فرهنگی گفتیم شما داریم تا معانی عوض بشه، شکل کار به قول شما همه چی اینا جا بیفته و ما آداپته بشیم به اینجا. سوالی که من دارم اینه که آیا ما باید رسماً بیایم همه معانی رو فراموش بکنیم، یعنی دوباره دیکته رو از اول بنویسیم، بگیم نقطه سر خط شروع کنیم بنوشتن، یا باید یه چیزایی رو نگه داریم، یه چیزایی رو باید یاد بگیریم و یه چیزایی رو فراموش بکنیم؟ نظرتون از این؟ وارد شدن به هر اجتماع یا هر محیطی دلیل بر تغییر شخصیت آدم ها نیست. شما میتونید خودتون رو ادابته با محیط بکنید با اون طرز فکری رو که دارید. بعضی وقتا شاید بتونید لااقل با اون اجتماعی رو، چون یه دفعه که شما مثلا نمیاد با 23 میلیون استرالیایی طرف بشید، تو ممکنه مثلا بیاید با یه خانواده، یه نفر یا چند نفر، بله. بعد بعضی وقتا هستش که شما اونها رو یعنی پذیرفتی که به طور ظاهرم که شده این ادابشن رو انجام بدید، بله. بعد از یه مدت میبینید که طرف شما هم این واقعا آمادگی رو داره که از شما یه چیزی یاد بگیره. دقیقا ملون اصلا همینطوریه. نه شما حساب بکنید به این که موقعی رو که ما اومدیم اینجا، البته خب خانواده هایی بودن که اینا مثلا سالهای 1927 اینجا بودن، بعد مثلا خیلی سالهای و خیلی هم معروف بودن اینا،
ولی اینها چون توی اون بافت خودشون بودن هیچ وقت هیچ رونقی پیدا نکرد این جامعه ایرانی. یک، به این که نفرات به اندازه کافی نبودن، و دو، به این که هیچ کس نبود که این اشتیاق به حرکت رو داشته باشه. شما قبلا یه صحبتی رو داشتید که آقا مثلا یونانی ها، چینی ها، ایتالیایی ها، میرسیم به این بحث الان ما چرا مثل اونا نشدیم؟ دلیل اولیه ما مال اون آدمایش که ابتدا اومدن حقم داشتن چون نفری نداشتن، ولی وقتی نسل ما آمد و بعد نسل دوم و نسل سوم که الان وارد شده، شما میبینید که چند پیش من یه موسیقی، یه شب موسیقی ملبورن رو رفته بودم و اینقدر این قشنگ بود، از بچه های مثلا 4-5 ساله اینا شروع کرده بودن، سنین مختلف ایرانی ها اومده بودن و اینها داشتن موزیک ایرانی رو میزدن، حالا چه از نظر جاز چه از نظر موسیقی سنتی، و خیلی من وقتی نگاه میکردم خیلی خارجی هم اونجا بودن. بله. و اون به اصطلاح آقایی رو که اومده بود صحبت میکرد اصلا یه شخصیت استرالیایی بود که این برنامه ها رو توضیح میداد، در مقابل یه آقای ایرانی بود که برنامه ها رو توضیح میداد، و شما میبینید که یواش یواش این کشش ها پیدا شده. من باز برگردم، مثلا 3 سال پیش بود یکی دوستی ما داشتیم، ایشون استاد واقعا پیانو و سنتور بود که یه بار منو دعوت کرد توی دانشگاه موناش، و اونجا ایشون تونسته بود مثلا با تلفیق پیانو و ترومپت یه برنامه ای رو بذاره. اینقدر مورد استفاده، یعنی مورد واقعا استقبال قرار گرفت. تو همین برنامه قبل من دیدم یه کس دیگه یه کار دیگه ای رو با یه استرالیایی انجام داده بودن و اون پیانو بود و مسئله تار. بله. و چقدر تونسته بودن این تلفیق رو به خوبی انجام بدن. حالا این رو من دارم میگم برای نمونه هایی رو که ما چقدر میتونیم در محیط که هستیم اثرگذار باشیم. پس من سوالمو دوباره از اول مطرح کنم. یادم میاد که هفته پیشم صحبت سر این بود که چرا مثلا یونانی ها مثلا برای خودشون محله دارن، مثلا لاگون استریت، مثلا تمام ایتالیایی ها 50 تا مثلا برای خودشون رستوران های شبیه هم دارن بدون اینکه با هم مشکلی داشته باشن، یا مثلا میتونن دندینون مثلا پر از مثلا افغان باشه، میتونه سریلانکایی باشه، میتونه هندی باشه، و واقعا هم یکی دوتا مغازه نیست، راجبه 30 تا شبیه هم داریم و تقریبا اجناسشون هم شبیه همه و میتونه سروایو کنن. ولی ما هیچ وقت یه خیابون مثلا شما بخواید توی دونکستر یا مثلا باکسیل اینا ایرانی خیلی زیاد داریم، ولی ما یادم میاد که شاید مثلا 10-15 سال پیش مثلا یه آقا شهرام فقط یه آسیا بازار رو داشت و دیگه اصلا نبود، یا یه مثلا شما میگی پس فاکتور این که چون جمعیت کم بوده هیچ وقت رونقی نداشته و الان رو به رشته. نه الان واقعا رو به رشته، چون همه هر روز شما میبینی که واقعا چهره های جدید دارن وارد ملبورن میشن. من موقعی رو که کانون بودم یکی از کارهایی رو که انجام میدادم همیشه آمار ایرانی ها رو در اقصانقاط استرالیا میگرفتم. بله. یعنی هر سرشماری که میشد ازشون خواهش میکردم این آمار رو بهم بده. سوال خوب، الان ما چقدر ایرانی تو خود ملبورن داریم تو ایالت ویکتوریا؟ الان نمیتونم دقیق، چون الان چند ساله که این آمار رو نگرفتم، اما میتونم خدمتتون بگم که فرض بفرمایید در آخرین آماری رو که من از ملبورن و هومه داشتم، چون میدونی که ملبورن یکی دومی شهر وسیع دنیاست. بله، متروپولیتنه. آره، و این سیتی داره و یه عالم داره. آره، شما حساب بکن بین خود من و شما، شما ممکنه که الان آدرس به من بدی و آدرس من یه چیز حدود 30 یا 45 کیلومتر به هم فرق میکنه، چون به خاطر این گستردگی رو که بله. و ایرانی هم الان خب خوشبختانه اومدن در یه مناطقی متمرکز شدن مثل دونکستر و تمپلستو و لول جا، البته جای دیگه هم هستن، و این یواش یواش نیاز رو احساس کردن که ما باید به هر حال رستوران داشته باشیم، باید نمیدونم فروشگاه داشته باشیم، و این تجارت رو خوب دارن پیش میبرن. بله. از ایران جنس بیارن، نمیدونم اینجا بازار براش پیدا بکنن و و و و
یک مسئله ای رو که ما ایرانی ها هنوز که هنوزه باش مشکل داریم و دست و پنجه نرم میکنیم، مسئله خودمحوری ماست. دقیقا متوجه. ما توی کسب و کار اگر به شخصه حرکت بکنیم موفقیم، ولی اگر فرض بفرمایید بدیم با ایکس و ایگرگ بخوایم شریک بشیم، این شرکت ما به امام نمیکشه. سوال من دقیقا الان از همینجا شروع میشه. یه مقاله توی روزنامه تایمز فکر کنم سال 2012 من داشتم میخوندم راجع به ایران و ایرانی ها میرشته بودن و این صحبت میکرد راجع به شخصیت مثلا ایرانی ها چجوریه. میگفت ایرانی ها توی به طور مثال من اگه بگم مثلا تو ورزش های که انفرادی هن خیلی خوبن، مثلا اگه طرف مثلا جودوکاره یا مثلا توی مثلا ورزش رزمیه یا مثلا کشتی مثلا مدال خیلی میاریم، توی وزن برداری خیلی عالی هستیم چون به تنهایی میتونن، ولی توی کار گروهی و تیمی همیشه آرزو به دل میوندیم. میدونی معلومه که استعداد زیاده ولی همیشه این آخرش ناامیدی و یأس برش مونده. این رفلکت میکنه به این که واقعا ما جامعه ایرانی یه جامعه خودمحوریم، بیشتر گروهی کار نمیکنیم. مشکل ما همینجاست. این که نه این که فقط مثلا در استرالیا باشه، شما در اقصانوقات دنیا که ایرانی ها هستن هنوز که هنوزه این مسئله خودمحوری از بین نرفته و خیلی جالبه که سوال الان اینجاست. معذرت میخوام صداتون شما قطع کردم. خب من گفتم که اوکی ما توی ایران زندگی میکنیم چون این شکلیه، ولی اینجا میدونیم که واقعا کار گروهی لازمه سبارف کردنه. اینجا اگه با هم نباشیم شکسته میشه. چرا اینجا خیلی چیزها رو از اینا یاد گرفتیم؟ به طور مثال یاد گرفتیم اب نداره مثلا اگه دانشگاه نرفتیم ولی ترید بریم مثلا میتونیم رشد کنیم مثلا، ولی چرا اینو برعکس همه وقتی آدم یه جای غریب تر میره، من فکر میکنم اینجوری باشه، یه چیز اینستنته. خب من میرم یه جایی، خب وقتی که میبینم غریبم، خب میرم یه جایی که همه دور اطرافیام هم شبیه من باشن واسه من حرف میزنن، ولی چرا برعکس شد؟ یا اگه این درسته واقعا وقتی کسی پیش خودمون رو خودمونم پیش اومده، نمیدونم برای شما پیش اومده، تا میریم مثلا توی یه جایی مثلا تا میبینیم چند نفر یه نفر یه ایرانی حرف میزنه همه آرومتر حرف میزنیم، شاید مثلا لو ندیم که واقعا ما اونجاییم، چون از این چیزام پیش اومده واقعا. به نظر شما اینه درسته؟ نه. واقعا نه، من خودم گفتم که این مشکل خودمحوری ما. البته خوشبختانه نسل دوم و نسل سوم داره فرق میکنه، اینا دارن بیشتر با هم بودن. چون الان شما حساب بکن این گروه موسیقی رو که من رفتم از بچه مثلا 4-5 ساله اینا با هم دیگه تیم شده بودن، یه برنامه ای رو گذاشته بودن. درست. یا مثلا 13 ساله ها همینطور، 25 ساله ها همینطور. این دوره یواش یواش لااقل از طریق فرهنگ موسیقی این حرکت شروع میشه. یه چیزی رو که مزد میخوام باید خدمتتون بگم و این مسئله همین توی مسابقات کشتی یا وزن برداری غیر زالک، این هایی که به صورت انفرادیه ما همیشه قوی بودیم. من یادم هستش که یه مصاحبه ای رو یه زمان رهبر قدیمی ایران داشت و اون به خبرنگارای خارجی که همین سوال رو پیش آورده بود که آقا چرا همه توی این مملکت اونطور که باید شاید با هم اشتراک ندارن، شریک نمیشن. گفتش که اگر واقعا میخوای جامعه ایرانی رو خوب بشناسی یه دفعه برو بشین مسابقه فوتبال رو تماشا کن. بله. میبینی که یارو که باید مثلا توی گل وایسه، گلر هست، درسته، این میبینی تا توپ دستش میاد و همی داره میخواد بره اون گل بزنه، پاس دادن و بلد نیست که پاس بده به طرف راستی، راستی به چپی، چپی به همینطوری برن یواش یواش جلو. میگفتش این وقتی توپ دستش میرسه مثل این که باید بره گل بزنه، میره و این وقت هم پس شما قبول دارین این مشکل را؟ اما خوشبختانه میگم هر چیزی زمان میخواد و زمان هم میدونید حلال مشکلاته. ما اگر نسل من و حتی یه مقدار نسل دومی از این کار واقعا ابایی داشتن، الان یواش یواش این اجتماع داره بهشون میگه که اگه با هم باشید بهتره. درسته. و
و برای همینه که شما میبینید تعداد رستوران‌های ایرانی داره زیاد میشه. من یادم اولین باری رو که من اومدم اینجا 7 تا ایرانی رفته بودن، قشنگترین رستوران رو در ناک سیتی خریده بودن. بعد از یه مدت اینا اصلا به یه و واقعا با توجه به سرمایه‌ای رو که گذاشته بودن، با توجه به زمانی رو که گذاشته بودن، یه محیط خیلی زیبا هنوزم که هنوز نمونهش رو ما ندیدیم. اما متاسفانه چون این 7 نفر 7 تا عقیده مختلف داشتن، 7 تا شخصیت مختلف، 7 تا کلام مختلف، کار درست نشد. هر کدومم آخر سر ورشکست شدند و مغازه رو بستن. اما الان دیگه مسئله فرق میکنه. البته بگذاریم از این که چون میدونی وارد هر بیزنس شدنی نیاز به سرمایه داره. و اون کسایی رو که اومدن اینجا سرمایه رو گذاشتن، خب قدر مسلم همون مسئله باز انفرادی هست، ولی در مقابل میبینی که غرور کاری شکسته شده. تو خود همین رستورانی رو که میرید دختر خانوما کار میکنن، آقا پسرها کار میکنن، و واقعا یکی از شاید مثبت‌ترین اتفاقی رو که اصلا در کل جامعه تو در ایران اتفاق افتاد به اینه که این غرور کاری اونجا هم شکسته شده. الان شما وقتی رو که میری به ایران میبینی که اکثرا خانوما اگه مثلا شوهرشون یه بقالی باز کرده، نصف روز خانومشه، نصف روز خودشه، یا نصف روز پسرشه یا دخترشه. بعد از همه مهمتر، من جالبه که یه سفری رو به طرف تهران از طریق قم میامدم، یه محلیست به اسم مهتاب. بله. اونجا وقتی رو که میری تمام دخترای اونجا دارن کار میکنن. دخترایی هستن که از یک جامعه کاملا مذهبی قوم در 3 شیفت میان اونجا کار میکنن، و این رو میبینی که این غرور شکسته شده و یواش یواش مشارکت ها داره شروع میشه. من فکر کنم که ما یه خوردم پافشاری زیادم داشتیم به شکلی که خودمون باشیم. یعنی مثلا من اگه رستوران مثلا ایرانی میزدم، خیلی دوست داشتم ایرانی مثلا باشه، یعنی زیادی مثلا فقط هم تارگت من آدمایی باشن که فقط ایرانی ها بیان اونجا. به قول شما به خاطر قلت جمعیت و کمبودش و فاصله ها، خب مشتری کمتر میومده. ولی امروز مثلا بهش فکر کردن که من چه جوری میتونم یه غذای ایرانی رو هنوز حفظ هویتش رو انجام بدم، ولی بتونم مشتری مثلا خارجی رو هم مثلا ارضا بکنم. یعنی یه جوری باشه که مثلا 3 تا کورس داره. مثلا ما وقتی مثلا توی ایران میشینیم مثلا غذا میذاریم، هیچ وقت جزء مثلا فرهنگ ما نیستش که مثلا اول آنتری بیاد، بعد مین بیاد، بعد مثلا چیز بیاد. ما همیشه غذا میاد قول معروف سبزی خوردن و ماستش همراهشه، جفت هم چیزی نداره. ولی الان یاد گرفتن که مثلا براش دسر بذارن آخرش، یه دونه آنتری داشته باشه حتما. منم دقیقا حرفم همینه که ترانزیشن از اون جامعه به این جامعه، به نظر شما روبه رشد بودنش این نیست که ما الان داریم یاد میگیریم چیزای خوبمون رو نگه داریم، تمام اون فرهنگای خوب، یعنی اصالتش رو نگه داریم. خب اما مثال دارم میزنم، یه چیز بانمکی یه نفر میگفت وقتی برادران خیامی سال 42 وقتی ماشین پیکان رو درست کرده بودن، تا همین آخری ها که دست ایران خود رو بود فقط یکم چراغش عوض میشد و یه خود داشبوردش عوض میشد، اگه نه پیکان همیشه یه شکل بود. میدونی چی میگه؟ ولی اگه نگاه کنید مثلا ماشین های بقیه همه مثلا دیزاینش نگاه کنید، مثلا یه ماشینی مثلا که خیلی معروف باشه شما مثال بزن، مثلا BMW، مثلا هنوز از راه دورم که ببینیش که مثلا یه دونه مرسدس بنز که میبینی، یه کادیلاک که میبینی، یه دونه رولز رویس که میبینی، هنوز همونه. میدونی اون حس رو بهت میده ولی چقدر فرق کرده. آره. ولی پیکان میاد این کبریت تبریز. آره. همین شکلی مونده. فقط همین پیکان رو خدمتتون بگم، تو میدونی که ما حتی همون موقعی که خیامیان بودن، تازه تاکید رهبر اون کشور در اون زمان این بودش که ما میخوایم از مونتاژ به تولید برسیم.
و این بود که ما قراردادی رو که با دولت انگلیس داشتن سر مسئله پیکان به این بودش که اونها باید به ما دیکته می کردن به این که آیا پیکان میتونه هر 4 سال به 4 سال مثل ماشین های چون میدونید که مدل هایی رو که مثال بود ولی قبول داریم که ما خیلی پافشاری کردیم تغییر صد درصد ولی جالب اینه که یه سری ما تحت تاثیر یه سری عوامل یا صحبت های دیگه ای بودیم که شکل پیکان اینو فقط در این دیگه آره. خدای نگرده مثلا نه 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 به پیکان توهین نشه ما... پیکان همه دوست داریم نه فقط مثلا به خیامی ها چون اینا بعدا شما حساب بکن موقعی رو که مثلا جنرال موتور اومد در ایران بله. خب اونم درست همون کاری رو انجام میداد که در آمریکا انجام میداد کادیلاکی رو که در آمریکا ساختن در ایران ساخته شد و بعدش هم هر 4 سال به 4 سال یک بار درست کل این ساختار این ماشین و ترکیب و مشخصا شکل و شمایلش فرق میکنه در صورتی که انگلیسا به خاطر این که این ماشین رو به صورت آنتیک نگرده الان هم که میدونی حتی اوائل که من آمده پیکان تو خود همین راه های خطای استرالیا من دیدم شاید هنوزم که هنوزه اینا خیلی جاها اینا رو به صورت آنتیک خانواده های انگلیسی اینجا نگه داشتن به همون چه تو شمایل که تغییری نکنه بعد الان واقعا چند مسئله مشخصه رو شما اعلام فرمودید ما ایرونی ها الان اگر رستوران داریم فکرش رو هم داریم که آقا با توجه به شرایط هر خانواده ایرانی رو که اینجا هست اینا خیلی عدد بکنه ما یه دفعه برن اونجا ولی با ماهی یه دفعه رفتن ایرانی ها به این رستوران ها اینا کاسبی نمی کنن برای همینه که دارن سعی می کنن که غذاشون رو طوری واقعا عرضه بکنن که بنشینه به دل آدم های دیگه و برای همین هم هستش که هر دفعه میده خوشبختانه یه سری اینا میبینید که کاسبی ها خیلی من دقیقا میخوام یه پلی بزنم از همه این مثال هایی که زدیم از این که دقیقا داریم چی کار میکنیم پس برای اینکه ما بتونیم ایرانی بودن خودمون رو بشناسیم به بقیه خب خوبه که به قول معروف المانای اصلی که نشانه های خوب ماست به طور مثال شما باید تار صحبت کردیم موسیقی قوی داریم شعر خوب داریم میتونیم غذاهای خوب مثلا ارائه بدیم خب بعد میتونیم مثلا حتی نقاشی داریم هنر داریم این همه مثلا چیزهای مهم داریم ولی پافشاری نکنیم میدونی به اون شکل سنتی خودش و کمی هم به قول معروف به مدرنیته فکر بکنیم به ذائقه آدمای دیگه‌ای هم که دور اطرافمون هستن فکر بکنیم اگه اینجوری باشه به نظر شما جامعه ایرانی و کامیونیتی ایرانی میتونه رشد کنه نه 100% به دلیل این که میگم الان من مقایسه کردم با سالهای 90 بله این خبر اصلا نبود الان یواش بگذاریم از این که مثلا من شبای شعر در کانون راه انداختم مثلا چهارشنبه به چهارشنبه هنوز هم که هنوز اولای هر چهارشنبه هر ماهی شبای شعر هست البته به صورت جمع بعد اون وقت شبای شعرهای بزرگ بود که ایرانی ها همه می اومدن و می شستن ولی اونطور که باید شاید ما خارجی نداشتیم درسته الان ایرانی ها چون توی دانشگاه شما ملبورن میرید ایرانی زیاده موناش به مراتب بیشتره یا دیکنز یا جاهای یا لاترو اینا جوانایی هم که اونجا هستن یکی از کارهای مثبتی رو که در این زمان در ایران اتفاق افتاد که قدیما اینو من میکردن بچه ها همه رفتن یه ساز یاد گرفتن بله. شما وقتی میره ایران با اینایی رو که دستن در کارن صحبت میکنی میبینی که تمام کلاس های مربوط به موسیقی ها در هر رده پره و خب اینها باز اومدن مهاجرت کردن اینجا و چون این حرفه موسیقی رو یاد گرفتن ساز رو بلدن خب دنبال این هستن که با همدیگه یه گروهی تشکیل بدن و این گروه ها اومده تلفیقی شده فیما بین ایرانی ها استرالیایی ها یا گروه های دیگه و این داره یواش 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 جا میفته خوشبختانه که برسونه که یه جایی برسونه که آقا ما توی دنیا بی‌هویت نیست
آقای آبدین، میخوام یه سوال خیلی غم‌پهلویی ازتون بپرسم. من جواب غم‌پهلویی هم حتما بده. انشالله بعدش یه چای داغی هم به ما میدین. چای ما بحث انقدر داغه که خیلی نمیخوام چای ما یخ بکنه. نه هیچ فرقی نمیکنه. اگر که بخوایم به طور خیلی چای غم‌پهلویی همینجوری که داریم حرف میزنیم واضح و روشن بگیم آقا نقاط مثبت جامعه ایرانی ما در ملبورن چیه؟ 4 تاشو بشماریم و 4 تا به قول معروف نکته منفی، حالا اگه بگم دلم نمیخواست کلمه منفی به کار ببرم، چیزی که شاید هنوز رشد نکرده احتیاج به کار داره، یه خود کمتر از اونیه که ما توقع داریم، اگه بخوایم 4 تا از این بشماریم، 4 تا از اون که مساوی باشه، شما از کجا شروع میکنید؟ والا تاکید من باز به اینه که اگر توی خانواده های بچه ای دارن، بچه ها رو ترغیب بکنن که زبان فارسی رو حتما برن یاد بگیرن، با بچه های خودشون رقابت نکنن. بله. چون خیلی از خانواده ها رو دورا دور من یا شاهد بودم یا دیدم که اینا یه نوع رقابتی با بچه های خودشون داشتن. بله. که این کارو نکنن. اولین نکته مثبت جامعه بعد... رو شما زبان فارسی میدونید؟ نه زبان فارسی، چون زبان همیشه هم اثرش در خود خانواده های اینجاست و هم میتونه تأثیر بین‌المللی داشته باشه، برای اینکه یه وقت خدای نکرده زبان فارسی ما هم مثل خیلی از زبان هایی رو که الان از بین رفته بین نره. بله. دوم نکته مثبت، بعدم مثبت به اینه که لاقل جامعه رو من میبینم که اونطور که باید و شاید درصد بیکاری ایرانی ها در این کل استرالیا 1% از لحاظ اقتصادی خوب رشد کرده. نه خیلی رشد کردن. شما حساب بکن یه زمانی من کانون وقتی میخواستم جشن بذارم سعی میکردم که یه خانواده بیشتر از مثلا $100 که خانواده 4 نفری ندن، الان ماشاءالله وقتی میذارم مثلا $70 $100 این اصلا برشون چیز نیست. این نشون دهنده اینه که وضع اقتصادیشون پیشرفت کرده و خوشبختانه اومدن روی پای خودشون بیشتر ایستادن. بعد سومین نکته خوب که ما ایرانی هستیم چی؟ ما ایرانی ها که همیشه خوب بودیم. آره آره، قرار شد که 4 تا برای کامیونیتی چی داریم بگیم مثبتش. نه این واقعا مثبت قضیه به اینه که میگم اونطور که باید و شاید لااقل با ایرانی های دیگه در تماس باشن و سعی نکنن که مثلا اون مسئله طبقاتی رو فیما بین خودشون عبین ببرن. به نظرتون غرور ملی ایرانی غرور ملی نیست، اون یه شروع شخصیت هاییست که همش نگن آقا ما ماله مثلا تخت طاووس به بالایی همه از جردن میاد. میدونید که همه هم واقعا از جردن نمیان، ولی خب اینها یه سری مسائلی است که واقعا باعث اختلافات هم میشه. آقا اصلا چیکار دارید که بگی من از کجا اومدم؟ فقط بگو من از تهران اومدم. بله. فقط بگو من از قزوین اومدم یا از کرج اومدم، یه جای نیازی نداری که مشخص بکنی. آره دمت گرم. حتما هم از عظیمی اومدی. نه والا خداش از فردیس اومده. خب به هر حال فردیس هم جای خیلی خوبیه. اینه که واقعا بیان این مسئله تشخیص محل ها رو بین ببرن. بله. بگن آقا ما از تهران اومدیم ایرانی هستیم. درست. این نقطه اینو این که شما احیانا و یکی دیگه ای رو که خدمتتون میگم که واقعا از شاخص ترین مرام ما ایرانی ها اینه، شماره 4، وقتی که نشستیم توی خونه خودمون غذای ایرانی میخوریم، کلام فارسی صحبت میکنیم و موزیک ایرانی گوش میکنیم و بعد درسته که در اینجا مقیم هستیم یا حتی تابع هستیم، ولی فکر و خیال و اندیشمون یه جای دیگه است، برخلاف خیلی کشورهای دیگه که این عرق ملی رو ندارن. پس شما حساب بکن. اجازه هست من بشمارم که یادمون نره بیننده واسه. یکی از خب به قول معروف 4 تا نکته خوب از کامیونیتی ایرانی قرار شد که بگیم، یکی اینه که ما زبان فارسی و هنر فارسی خوب داریم، دوم این که خانواده های ایرانی اینجا رشد اقتصادی خیلی خوبی کردن،
چهارمیش اینه که خب یه عرق ملی خوبی دارن به قول معروف، بازی ایران که میشه همه با پرچم و میاد یادشون میاد تیم فوتبال که اومد اینجا دقیقا. همه رفتن خودشون رو پرچم ایران همه یادشون رفت از کدوم شهر رو از کدوم به قول معروف اومدن. مثلا شماره 4 هم اینه که به قول معروف ما ایرانی ها همیشه سعی میکنیم خیلی خوشنشین باشیم و اون شکلی هنوز قالی ایرانی داشته باشیم، با اینکه بیرون داریم زندگی میکنیم همیشه مرتب و منظم که هستیم واقعا خونه هامون یه جور دیزاین شده باشه که معلوم بشه از کجا اومدیم. نشونه اینو میدیم که آقا ما از یه کشوری اومدیم که 7000 سال تمدن داره. شما هیچ خانواده ایرانی رو نمیشناسی اینجا که بری یه فرش کوچولو ایرانی نداشته باشی؟ دقیقاً حتما داره. یا یه نوار نمیدونم از یکی از خواننده ای رو که دوست داره نداشته باشه. همه دارن و همه هم توی زمان فراغت رو به این آهنگا اینا گوش میکنن و این نقطه مثبتشه. خب حالا یه ذره بریم سراغ اونجایی که بعد کار انجام بشه، یه خورده به قول معروف غم پهلویی. حالا غم پهلویی اینه که واقعا همین طور که داشتیم بین صحبتامون میگفتیم این مسئله خودمحوری ها رو کنار بذاریم. خودمحوری اینه که سعی بکنن بیشتر با هم مشارکت داشته باشن. اگر میخوان یه جامعه موفقی در اینجا باشن، اگر خودشون رو میخوان با ایتالیایی ها و یونانی ها و غیر ذالک مقایسه بکنن، این مشارکت ها باعث میشه که هدف رو بشناسن و برن دنبال اون هدفی رو که در قایت قضیه هویت ملی ماست. آقای عابدی عزیز، من دونه دونه میخوام برگردم به همه اینا، فقط میخوام اول لیستشون بخونم که بدونی. خوب خیلی خوب شما توضیح دادید اون چهار تا مصرف بودن و خدا شکر ما فارسی هم خوب به تبلش میکوبیم و همه میدونیم، ولی به قول معروف برنامه چای غم پهلو مخصوصا برای بینندگان عزیز، نه برای اینکه بیایم موعظه بکنیم، برای اینکه هم بشینیم با هم یه گپ خودمونی داشته باشیم و بیایم برای اولین بار شاید این رسانه خیلی به نظر من متکلم الوحده نیست، دلش میخواد که از همه قشر جامعه بیان و بیان میخواد مثل درد و دل کردن یه راه حلی پیدا کنیم، نه که بیان بگیم آقا تو چجوری زندگی کن یا مثلا این زندگی کردن چجوری برات غلطه. خب الان وقتی این چهار تا رو میشماریم، اولا از اینجا معذرت میخوام، امیدوارم به کسی بر نخوره، ما مثال میزنیم، اگر اسمی یا شغلی یا چیزی گفته میشه منظورمون نیست، ولی میخوام دونه دونه برگردیم سراغ اینا بگیم آقا ما این کمکاری ها رو کردیم تا حالا. خب حداقل با خودمون رو راست باشیم، آنست باشیم، بگیم آقا خب اینا این روش کردن چون همدیگر به طور مثال اولیشه که شما گفتید مثلا همه ویتنامی ها پشت هم در اومدن، مثلا یه جایی رو مثل اسپرینگ ویل مثلا بزرگ کردن، کسب و کار میکنن، قوی شدن، روش کردن. ایتالیایی ها مثلا یه طرفی از سیتی رو گرفتن، این کار کردن، ما نکردیم. خب یه چیز منفی از ما بوده، کمکاری کردیم. بعد بهش برمیگردیم و میبینیم که چیکار بکنیم که مثلا قوی تر بشیم، چطوری با هم مشارکت کنیم. شماره دومش به نظر شما چیه که تا حالا کمکاری کردیم تو اینجا تو این مدت؟ مسئله دومش واقعا غرور کاریه که این بیایم این رو کنار بذاریم. آقا در هر شرایطی رو که هستیم باید با محیط خودمون خودمون رو وفق بدیم. اگر فرض بفرما فرزند ما نمیخواد تحصیل بکنه، راهی پیدا بکنیم که ایشون بره مثلا راهی کاری رو که دوست داره انجام بده. میتونم اینجوری بذارم میخوام پس میتونم اینجوری عوضش کنم که بگم غرور ملی خوبه اما غرور زیادی هم به قول معروف غرور سازنده داشته باشه. اون بعضی وقتا غرور ملی شما حساب بکن به این گفته میشه که این اعتقاد و اطمینان رو آدم به یه کشوری مثل کشورمون داشته باشه، ولی وقتی میاد که غرور کاری به اینه که آقا توی این اجتماعی رو که هستی اون که من کی بودم و تو کی بودی نباشه، برو واقعا همشیه که جواب میده. و حتی مثلا اگر میبینی که بچه یا فرزند تو نمیتونه برای تحصیلات بره، براش موقعیت فراهم بکن که بده یه کاری رو درش رونق بهتری پیدا بکنه، بره تخصص رو در یک جایی رو که میتونه ازش بهره ببره. شماره سه من یه چیزی بگم اول، شاید من از زبون من بگم چون شما به هر حال قابل احترامید اینجا، شاید از زبون من گفته بشه. من خودم به شخصه پیش اومده برای خود من که رفتم مثلا تو کامیونیتی های مختلف، مثلا جشنی بوده، کنسرتی بوده، برنامه‌ای بوده و اینا، خب
دیدم که به قول معروف قومی و مذهبی نسبت به قومی یا مذهبی دیگه به قول معروف خودشون برتر دونستن، یا مثلا فخری فروختن، آقا ما از مثلا فلان شهر اومدیم، مثلا شما فلانی، حالا به قول معروف جوک ساختن و مثلا لطیفه تعریف کردن و به قول این وریا سنس آف هیومرش بمانه، ولی بعضی موقع این صد دستگی هایی هم پیش ما برای ما پیش اومده. بعدش هم یه خوردم این سیاست زدگی که ما الان داریم، هر کسی یه به قول معروف نسخه برای همه میپیچه. قبول دارید که این صد دستگی ها باعث عقب موندن جامعه ایرانی شده؟ ببینید، هر فردی رو که واقعا این خودش رو نشناسه، کسیست که میره برای بقیه نسخه میپیچه. درسته. و این نسخه پیچیدن ها باعث شکست هاست. اگر احیانا بیاد و اولا خودش رو واقعا بشناسه، هیچ وقت برای کسی نسخه نمیپیچه. همه آدم ها ضعف دارن، همه آدم ها کسی شخصیت دارن، همه آدم ها همه چیزها رو ممکنه داشته باشن و ممکنه نداشته باشن، ولی این نقطه گذاشتن ها و سوزن یا چه میدونم چاقو لای زخم گذاشتن هاست که ما رو یک کمی و شاید هم خیلی بیشتر عقب نگه میداره. و یه سری دیگه مسائلی رو که هست، بیایید واقعا این اگر بدگویی ها رو کنار بگذارید، چون همه درست موقعی رو که مثلا فرد به فهم به هم میرسید فقط برای اینکه بخواید مثلا یه بحثی رو آغاز بکنید، شروع بکنید که مثلا سکینه بده، فاطمه بده، واقعا اونا هم خوبن. حالا شما چون اونا رو نشناختی داری میگی، برو بشناسشون بعدن در رابطه شون تعبیر کن. یا اصلا اگه بدنم برای خودشون بدم چه کاری به کار من داره؟ نه، اگر تا زمانی رو که ضررشون به من نرسه، من آخه چرا برم مثلا چه برم پشتشون صحبت بکنم؟ اینه که این بدگویی ها رو اگر کنار بگذارن، این اشتراک کاری رو پیدا بکنن، این غرورهای کاری رو از بین ببرن. بله. و بشکنن و بعدش هم بتونن مشارکت های در هر زمینه ای برای بچه هاشون فراهم بکنن. الان بهش میرسیم. من چهارتاشو پس میشمارم، ولی میخوام که به قول معروف منو تصدیق کنی اگه اشتباه کنم. یه خورده راجع به بدگویی ها صحبت کردیم، یعنی این که مثلا بعضی موقع مثلا بعضی برتری های قومی ما نسبت به یک قوم دیگه ای نشون میدیم، اینو قبول دارید وجود داره؟ 100%. چون ما وقتی من میخوام یه چیه پرانتزم بکنم، شاید ما هیچ وقت اینو به قول معروف اعتراف نکردیم، چای قمپرلو میخوام اعتراف کنیم، ما مثلا برادرای دوستی داریم که همسایه ما، هم زبون ما، الان هم ممکن نشسته باشن برنامه رو نگاه کنن و برادران عزیز افغانی ما هستن، تاجیک ما هستن که به زبان فارسی صحبت میکنن، ما همیشه توی یه کشور بودیم، واقعا همه همگن و از یه جنسی هستیم. قبول دارید تو ایران ما به این در حق اینا جفا کردیم و اینا رو خیلی اونطوری در سطح خودمون نگاه نکردیم بهشون؟ ما مشکل ما اینه که غیر از خودمون همه رو غریبه میدونیم و این مسئله غریبه بودن و برچسب غریبه زدن یکی از کارهای منفی ماست. ما این رو واقعا اگر بیایم و بشناسیم آدم ها رو بعد برچسب بزنیم، لااقل روی یه عقلانیتی این کار رو کردیم. دقیقا. ولی همینطوری بی جهت بگیم آقا اونا بدن، اونا بدن، اونا، پس کی خوبه؟ درسته. من که نمیتونم مثلا بشینم اینجا همه عالم آدم رو بد بدونم. آقا برید با اینا تشریک مساعی داشته باشید، برید با اینا نشست و برخاست بکنید و ببینید اونا هم بد نیستن. بله. اینی رو که اومده مثلا واقعا یه سری از ما، به خصوص من دارم زمان خودم نسل اولی ها رو میگم، به این که ماها رو خیلی جاها آموزش های بد محیطی هم داشتیم. درست. و این آموزش ها رو نیاییم القا بکنیم به بچه هامون، نیاییم به جامعه جوونمون القا بکنیم، سعی بکنیم اینها رو نسبت به بعضی رو که هستن، نسبت به محیطی رو هستن، بیشتر مثبت‌تر فکر بکنن. دقیقا. دنبال مسائل منفی و منفی گرایی نرن. خیلی خوب. من الان چهار تا دارم. یکی این که برای اینکه کار انجام بدیم، میخوام به یه نتیجه هم برسیم که فقط هم جنه نشسته باشیم
یا قور زده باشیم یا فقط از خودمون تعریف کرده باشیم. قور نزدیم، فقط اومدیم درد و دل کردیم. خیلی خیلی هم خوب. یکی اینکه خودمحوری ما ایرانی ها بود، دومیش که غرور اضافی ما بود که مثلا به قول من رو برج آجیم همیشه. آره، سختمون میاد که بیایم پایین. غرور بیشتر بشه، صدمه و لطمات هم بیشتر. سومیش هم اینه که ما خیلی بدگویی میکنیم و وقتی هم میشینیم برای بدگویی گفتن، شاید اینو من بهتون بگم، اینو به گوش خودم شنیدم، از جزء خاطرات بد منه، شاید بخوام توی اینجا چای غم پهلویی تعریف کنم. چندین خیلی سال پیشه، بعد ما توی محیطی بودیم که قرار بود منتظر بودیم که ویزامون رو بگیریم که بیایم دوباره داخل استرالیا بشیم. توی اون کشوری که به هر حال منتظر بودیم، هم ایرانی وجود داشت، هم افغانی وجود داشت، سریلانکایی وجود داشت، فکر کنم یه عالم سوری وجود داشت، از کشورهای مختلف بودن. بعد پلیس اون کشور، خب هر یه به قول معروف دادن دو تا سیگار، یه مقدار پول، یه قدم بنفیت برای کسی، همیشه جاسوس برای یه کامیونیتی داشت که ببینه اینا دارن چی کار میکنن، راجب چی حرف میزنن، مثلا آشوبی بلوایی چیزی پایان شیطنتی نکنن، ازشون خبر داشته باشه. تنها متاسفانه تنها جامعه‌ای که احتیاج به این سیگار وجود نداشت جامعه ایرانی بود، چون ما خودمون همیشه میرفتیم خبرامونو زودتر میرسوندیم. و این متاسفانه کار دوم همه ایرانی ها پشت سر خودشون حرف زدن بود، من اشتباه میکنم یا واقعا این هست؟ نه این هست، به دلیل این که شاید هم واقعا معذرت میخوایم از همه، چای غم پهلوه داریم درد دل میکنیم. نه شاید هم واقعا یک درصد، حالا آدم نمیتونه درصد بالایی بگه، هست به این که این عقب ماندگی ما رو نشون میده در یه جامعه پیشرفته. به این که اگر واقعا هر آدمی، هر انسانی خودش رو بشناسه، هیچ وقت نمیره پشت کسی صحبت بکنه. من مثلا فرض بفرمایید از کانون که اومدم بیرون، یه دفعه به من گفتن که ما به گوشمون رسیدش که آقا فلانی رفته یه ماشین نو از پول کانون خریده. بله، حالا من آقا میلادی که الان هستن اینجا خودشون الان ممکنه پس فردا آقا میلادم یقشو بگیرن آقا این شبکه اینا رو از کجا آوردی. من حالا خبرش بعدن خودم بهشون اطلاع میدم. این حرفا هست، واقعا برید دنبال قضیه رو بگیرید، ببینید چقدر صحت داره، چقدر خاله زنکی درش میگه، و بعد بیایید این مسائل رو عنوان بکنید. و اصلا عنوان نکنید، به دلیل اینکه اگر عنوان بکنید چه امتیازی گرفتی. خیلی خب، شماره 4ی که ما الان میخوایم راجعش حرف بزنیم بعد از این بدگویی ها، صد دستگی ماست، اونم به خاطر سیاست زدگیه. واقعا خست، به نظر من، خود من به شخص خسته شدم از این سیاست زدگی، این همه به قول معروف اپوزیون که میان راجع بسنن آقا براندازن، اینا اصلاحگرن، حالا اونا رادیکالن، این مردم خسته شدن. اونی که به نظر من همه دنبالشن، دنبال آزادیه به قول معروف متعادل و یه زندگی نرمال هستن، و دیگه خسته شدن از شعارهای سیاسی. به نظر من امروز اصلا کار بعد همه کار فرهنگی بکنن. نه. اصلا مشکل ما مشکل سیاسی نیست، اگه از لحاظ فرهنگی حل باشیم دیگه هم مشکل اقتصادیمون حل میشه، هم مشکل سیاسیمون. انگشت به قول معروف نشون دادن به این که تو بدی، نه این گروه خوبه، مثل این تلویزیونایی که دیدید نشستن یکی به اون یکی میگه، متاسفانه رادیوهایی داریم که همدیگر رو هی متهم میکنن. اینو قبول داری که وجود داره؟ این واقعیتیه، به دلیل اینکه شما حساب بکن هر سیستم حکومتی در دنیا برای خودش یه شیوه‌ای داره. بعد سیستم حکومتی هستش که فرق بفهمه، شاید شبیه به مال ما هم که باشه، اینا با تغییر اسامی مادام سعی میکنن که مردم رو به بیراهه بکشونن. و این خب متاسفانه همون که گفتم، آدم اصلا کاری به سیاست نداشته باشه، بذار سیاسیون کار خودشونو بکنن. بله. اونهایی رو که دنبال واقعا بالا بردن سطح فرهنگ هستن، برن بیشتر دنبال کار فرهنگی بچسبن. حالا موسیقی هست، نمیدونم، حتی ورزش. بله. هر چیزی رو که به این میخوره رو دنبال بکنن، به مراتب خیلی بهتر از مسائل سیاسیه، چون سیاست مال سیاست مداره. بله. و هیچ کس هم نشده که اینا برن حریف سیاسیون بشن،
بذار اونا کار خودشونو بکنن. الان که شما داشتین میگفتید یاد یک جمله از احمد کسروی افتادم، توی تاریخ مشروطه ایران خیلی قشنگ نوشته بود. خب ایشون وقتی ایشون ضعیف 10 ساله بودن مشروطه اتفاق افتاده بود و جوونی بودن تو تبریز. قبلش تعریف میکنه که مثلا توی تبریز مثلا چند دسته مثلا وجود داشتن، کارهای بی ارجی میکردن. بله. حتی برای سینه زنی مثلا برای امام حسین کدوم دسته از کدوم محله بیاد با هم دعوا داشتن و اینا. بعد به خاطر همین مثلا بازاریا گندمو مثلا نگه میداشتن، مثلا وضعیت مالی مردم خیلی خوب نبوده، با اینکه مثلا آمریکا مثلا اون موقع استقلال پیدا کرده بوده و پنبه خیلی قیمتش رفته بوده بالا چون انگلیس از ایران می‌خریده. بعد به جای اینکه بیان مثلا پولدار خیلی شده بودن، بیان به جای اینکه مثلا تراکم چشم بچه‌هاشون رو درست بکنن، می‌رفتن مثلا به انگلیسی‌ها پولشون رو می‌دادن و کارهای بی‌ارج می‌کردن، کاری اصلا به اوناش نداری. ولی میگه روزی که به قول معروف از لحاظ فرهنگی خب حرف از مثلا برابری و برادری زده شد و کار فرهنگی شد، همه زانو به زانوی هم نشستن، مهم نبود که مال کدوم مذهبن، از کدوم محله اومدن، مثلا چه شیعن سنین یا مثلا هر کسی هست از تبریزن از اردبیلن هر کجا هستن، چون حرفا معانی عوض شده بود، مثلا اقتصاد بازار رونق گرفت چون همه تجار با هم رفت آمد داشتن و همه مسائل حل شد. خب خیلی خوبه، من الان میخوام یه پل بزنم از اینجا که کار فرهنگی انسجام یک جامعه رو زیاد میکنه 100% و میتونه این 100 دستگی ها رو کنار بذاره. 100% این فرهنگ های بد، این بدگویی ها، این سیاست زدگی ها، شاید همه اینا رو بریزه دور. شما به نظرتون برنامه‌ای مثل چای قمپهلو که بتونه اجازه بده همه بیان حرف بزنن، یه برنامه مثل برنامه گفتگو چقدر میتونه کمک کنه؟ یه انسجام بسیار میتونه کمک بکنه، بسیار میتونه سازنده باشه. من واقعا از میلاد جان میخوام که نسل دوم و سومی رو هم بیاره در برنامه، شرکت چون بده و با اونها هم همین بحثا رو اگر داشته باشید، میبینید که یواش یواش حرکت های ایجاد میشه که میرسیم به اون چهار نقطه مثبت. دقیقه متوجه، چون اومدیم یه پلی شدیم برای اینکه عقاید همدیگر رو یک بهش احترام بگذاریم، دو به این که حوصله گوش کردنش رو داشته باشیم و بیننده هم بدونن که آقا اینها وقتی رو که نظری رو اعلام میکنن، صحبت القاء نظر اینها نیست، صحبت اینه که میخوان که بیان و مشارکت بکنن و از این برنامه استفاده بکنن برای بهتر شدن و بهتر شدن، نه وضع اقتصادی، بهتر شدن مسائلی رو که باهاش در محیط هستن. بله. که غیر از فرهنگ چیز دیگه نمیکنه. به تبع وضع اقتصادی ما رو هم بهتر میکنه، وضع جامعه ما رو هم بهتر میکنه. اگر بتونن یه فرهنگ غنی رو در اینجا به وجود بیارن، بله، قدر مسلم مسئله اقتصادی حله. دقیقاً. اگر بتونن این مسائل خودمحوری رو کنار بذارن و مسئله مشارکت رو پیشه بکنن، مسئله اقتصاد اصلا مشکلی نداره. اینه که حالا من واقعا امیدوارم که این کسایی رو که امشب بیننده بودن واقعا از این نقطه نظرهایی رو که با هم بحث داشتیم استفاده بکنن. اگر کلامی دارن، اگر نظری دارن و نظر همه قدر مسلم سازنده است، من میدونم که شما دوستانم اینجا نشستید که از این نظرها استفاده بکنید و اینها رو به اصطلاح چراغ راه خودتون بگذارید. حتما. بله، خیلی سپاسگزارم، واقعا بنده به شخص لذت بردم. تمنون شما هم من خیلی تجربیاتتون در کنارتون خیلی لذت بردیم از کلامتون، واقعا هم خیلی تسلط داشتیم به تمام مسائلی که اشاره کردیم و میدونیم که تجربیات شما میتونه و همه هم سازنده باشه، هم میتونه خیلی کمک بکنه. بعدش به نظر من خیلی مسائل زیاد بود، ولی ما مجبور بودیم در یه زمان کم همه رو دونه دونه مطرح کنیم و الان میبینم که من چند تا یاد داشتیم که برداشتم، دیدم که به چقدر مسائل شما کاور کردیم در این فرصت کم. این نشون میده که چقدر اطلاعات شما دارید و از تجربه شما توی کامیونیتی ایرانیه. در آخر
قبل از اینکه دیگه بخوایم برنامه رو جمع کنیم و چایمون رو ببریم عوض کنیم، برای بینندگان عزیز ما شما آخرین حرفتون چیه؟ بله، تنها کلامی رو که من میتونم بهشون بگم اینه که ما در یک شرایط و در یک محیطی هستیم که هر کدوم از ما به نسبت برادرانه، خواهرانه، دوستانه، حالا اینا رو البته یه سری شعار هست به مسئله خواهر یا برادر که من هم بهش معتقد نیستم، ولی میتونیم هممون با هم دوست باشیم، هممون با هم همکار باشیم، همیار باشیم، همکلام باشیم و بتونیم همگام باشیم با هم، و این همگامی واقعا موقعیتی برای ما پیش میاره که موقعیتی است که همه آرزوشو داریم که مثلا فرد به فرما مثل کامیونیت های موفق اینجا باشیم، که انشالله این اتفاق خواهد افتاد. خیلی ممنون. فقط در آخر به نظر شما داشتن یه دونه تلویزیون یعنی میدونم که دوره ارتباطاته، فیسبوک داریم الان، شبکه اجتماعی خیلی قویه، چیزی به نام تلویزیون فارسی چقدر میتونه به این انسجام کمک کنه؟ 100%، به دلیل اینکه الان دنیا شده شبکه مجازی. دقیقاً. شما الان از طریق اینترنت، از طریق رسانه‌های عمومی میتونید به تمام اخبار دنیا، تمام رویدادها، حالا چه از نظر فرهنگی، چه از نظر موسیقی، چه از نظر حتی اختراعات و غیر ذلک، واقعا اشباه بشی وقتی رو که اینها رو میبینی. حالا چه بهتر که یه شبکه‌ای هم مثل همین شبکه‌ای رو که الان هست که 100% مؤثره، 100% میتونه قدم‌های بهتر و بهترتری رو برداره با توجه به جوان بودن میلاد جان خانومشون نوشین خانوم، که اینها میتونن واقعا بگردن و بتونن بیشتر آگاهی پیدا بکنن نسبت به جامعه و نسبت به مسائلی رو که هست، و این برنامه رو پربارتر بکنن. و از شما من واقعا متشکرم. خیلی ممنون، منت گذاشتین سر برنامه چای قلمپلو. خیلی ممنون از لطفتون. با هم دیگه به پایان رسیدیم. نه، فقط آخرش اگه ما بخوایم یه دونه سوغاتی از شما داشته باشیم واسه چای قلمپلو، شما چه به قول معروف یه دونه به قول معروف یه نصیحتی، یه کلامی، یه پیشنهادی؟ چای قلمپلو رو با گاز بخور. با گاز بخور، با قند نخوریمش. نه، قند نگذره، با گاز بخور. خب نه، چی کار کنیم که چای قلمپلو یه خورده داغ‌تر بشه؟ شما نظرتون چیه؟ هرچی که آدم ها بازتر باشن، خودمونی تر باشن، مسائل رو بهتر عنوان میکنن. بله. اگر بیان به قول قدیمی ها فوکل کرواتی بخوان حرف بزنن، نه، ما این رو زدیم به خاطر اینکه دوست داریم با جامعهمون همگام و بهتر صحبت کنیم. بله. ولی هرچی واقعا چون بچه های اینجا هم الان این نسل سومی ها خیلی راحت صحبتشون رو میکننم و میدونم شما هم با اونا در تماس هستید، میشناسید و خیلی راحت اینها هم اگر واقعا بیان میبینید که چقدر اثرگذار بوده این رسانه توی این اجتماع، چه از بزرگسالا، چه از خردسالا و جوانها که واقعا سرمایه هستن که باید روشون بیشتر کار کرد. خیلی ممنون. قبل از اینکه برنامه رو تموم کنم، فکر کنم که من یه خدافظی بدهکارم به برنامه چای قلمپلو، از شما خدافظی میکنم. یه آیتمی شاید ببینیم برای بریک گرفتن، بعد برمیگردیم و برنامه چای قلمپلو رو تموم میکنیم. سپاسگزارم، خیلی ممنون که با ما همراه بودید. همونطوری که گفتم یه خدافظی به شما بدهکارم. این دفعه چای قلمپلو یکم به درازا کشید چون در خدمت مهمون ویژه بودیم. آقای عابدی زحمت کشیدن و اطلاعات خیلی وسیعی رو در اختیار ما گذاشتن. بحث داغی بود، خیلی لذت بردیم. برنامه گفتگو این چای قلمپلو رو درونش داره به خاطر اینکه بیایم اینجا و یکم درد و دل کنیم. امیدوارم که توی گفتگومون یه وقت خدای نکرده حرفی یا اسمی رو نبرده باشیم که به کسی بر بخوره یا مثلا به قومی، مذهبی، کاری، شغلی، چیزی بی احترامی شده باشه. همه قصد ما اینجا اینه که خیلی خودمونی بشینیم، یه چایی بخوریم و یه درد دلی بکنیم.
به نظر من بحث خیلی مفیدی بود، این از زبون ما بود و سعی کردیم که با شما اینو قسمت کنیم. 100% برنامه گفتگو و این چای قند پهلو در درونش متعلق به شماست. ما اینجا میاییم که راجب مسائل پیرامون جامعه همون حرف بزنیم. لطفاً شما هم نظراتتون رو بگین، شما هم به ما مسیج بزنید، برای ما پیغام بدید که ما هم اینجا متکلم الوحده نباشیم. خیلی ممنون که با ما همگام و همراه بودین. خیلی خیلی سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم. حمید قاسمی هستم. شب و روز خوبی داشته باشید.